درود و سلام، وقت بخیر به دنیای ورزش از آریو نیوز. با ما جمشید احمدی خوش آمدین. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم با مهمانان گرامی ورزشی. 19مین دور بازی‌های آسیایی چین با اشتراک ورزشکاران افغانستان، بیش از 15 رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان رقابت خواهند کرد. دیده شود که این کاروان ورزشی افغانستان از این رویداد معتبر آسیایی چی دستاورد کسب خواهد کرد. و همچنان کمپاین واکسن‌های دوره‌ای اطفال تا یک سالگی به شمول پولیو از سوی وزارت صحت عامه در سرتاسر کشور آغاز گردیده است. از خانواده‌هایی که اطفال یک سال دارند تقاضا می‌شود تا به کودکان خود در 5 مرحله واکسن‌های داده شده را انجام دهند و فرزندان خود را از بیماری‌های مهلک و کشنده حفاظت نمایند. و مسابقات جام جهانی کرکت 2023 که 13مین دوره از جام جهانی کرکت می‌باشد، قرار است از 5 اکتبر تا 19 نوامبر 2023 به میزبانی هند برگزار شود. این رقابت‌ها در جغرافی افغانستان از تلویزیون جهانی آریونا به گونه زنده و انحصاری نشر می‌گردد و هیچ رسانه دیگر حق نشر این مسابقات را ندارد. با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد. برای بحث بیشتر در دنیای ورزش، شکرالله قادری قهرمان 2مین دور مسابقات MKFC با ما است که چگونه عارف پاکستانی را شکست داده و سطح برگزاری مسابقات. امروز هم در دنیای ورزش با ما هستند. قادری عزیز سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم احمدی صاحب، خدمت شما و تمام علاقمندان ورزش که همین اکنون ما را تماشا می‌کنید. تشکر، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. پیروزیتون همچنان ما بر شما مبارکباد میگم و مسابقه چگونه به پایان رسید؟ عارف پاکستانی ریکاردش چگونه بود؟ سبکش چی بود؟ پیروزی به تمام ملت افغانستان تبریک، چون پیروزی من بود، پیروزی کل ملت افغانستان بود. چون زیاد زحمت هم کشیده بودم، اکثرت دوستا مسیج میکرد که ما کرکت باختیم، باید خودت نبازی. و حتی خدا شاهد است یک دوست از پاکستان وقت کرکت واگذار کردیم دوباره، در طفل به ما زنگ زده بود، برادرزاده میگمش شکران جان، به خدا گریه میکرد، میگفت ما باختیم باید تو ببریم. مزاحمت ها بیشتر کشیده بودم. عارفم دست پای کار بود و استادی خوب داشت، بوکس خوب داشت. من سیرم کردیش مبارزه کردم، مبارزه خوب کردم امروش، تونستمش که سیران پیروز میدانش هم و پیروزی را به نفع مردم افغانستان رقم بزنم. امیر حمزه گاهی هم با افغان ما مبارزه کرده بود؟ با افغان مبارزه نکرده بود، داخل افغانستان امرو ایرانی مبارزه کرده بود، داخل خود افغانستان امرو ایرانی کرده بود بار قبل که تونست بود ایرانی را نک اوت کنه. و این بارم دو پاکستانی حضور داشت در این مسابقات که یک پاکستانی ایرانی دیگر در راوند دوم نک اوت کرد که هیچ حاضر به مبارزه نشد. و این واقعا ایرانی پاکستانی عارف که من سرش حساب نمی کردم از او بیشتر آمادگی داشت و بیشتر آماده بود. واقعا هر دو پاکستانی که آماده بود و دیگر من تونستم ببرم پیروز شم این مسابقه را. بسیار خوب، سه راوند با امیر حمزه شما فایت کردین. بله. و تونستین امیر حمزه را در افغانستان شکست بدین. دید امیر حمزه چی بودی که وارد افغانستان شد؟ فیس تو فیس با خودت خاصش چی بود؟ امیر حمزه به من پیش از اون مسیج هم روان کرده بود که مسیجاش در سوشال میدیا است و به من گفته بود که آمادگی تا درست بگیری که من میایم. من روز پرنس کنفرانس هم گفتم خب احمدی صاحب دنبارزاد آزاد یک رشته است که باید از 5 رشته آمادگی داشته باشی، مثلا پهلوانی خوب داشته باشی، بوکس خوب داشته باشی، گرپلین سابمیشن خوب داشته باشی، در ضمن دست پای کار خوب باشی، مویتای خوب کار کرده باشی. دیگه عارفم بال خوب کار میکرد، من دیدم که در اون اول که اگر من دست پای کردش کار کنم شاید قدش هم بلند بود از من کده، شاید مشتای ما برش نرسد، چون زیاد قدش بلند بود، 1.80 بود قدش، نمی رسید. و در ضمن در روز وزن کشی هم احمدی صاحب 2 کیلو وزن شما از من کرد، زیاد بود که وزن خودم چی نکرد، بخاطر از اینکه ما میزبان بدیم. ما در 61 کیلو جوره شدیم که خودم سر وزن بودم و اکثر دو سال روز پرنس کنفرانس هم ویدیو را دیدن، 2 کیلو وزن شما زیاد بود، یعنی اونا 63 بود شما 61. بله دیگه من قبول کردم مبارزه را، چون زامدگی زیاد گرفته بودم، زامد زیاد کشیده بودم، در یک سال مبارزه هم بند بود. بعد از اینکه مسابقات ما صرف ریاست تربیت بدنی المپیک باز شد و مسابقات آغاز شد، من دیگه آمادگی زیاد گرفته بودم، نمیشد که مسابقه کنسل شود. و قانون دنیایی است که اگر مثلا مبارز وزن خود پورا نمیکنه، باید جریمه که سازمان برش کده، جریمه و قانونی که سازمان داره او را بپردازه. دیگه اینا جریمه شدن؟ جریمه شدن، خب جریمه را که افغانستان میپردازه، یعنی بیرون از افغانستان. قوانین افغانستان قوانین در کل دنیا یکی، چرا در افغانستان تطبیق نشد؟ تا فعلا تطبیق نشده. دیگه شاید رئیس سازمان ان شاء الله تطبیقش کنه که وادام کرده بود.
دیگه قانونی است که فایتری که در سر وزن که خود آماده میسازه مثلا باید 61 یا 67 فایت کارت برام روز مسابقات باید در اون وزن باشی. اگر نمی باشی سازمانی که برای تو روز قرارداد خطر روی میکنه تو امضا میکنی اونمو پول یا پیسه که مسابقات پروفشنال بهتون معلوم است که مبارزه میکنی از کشور تو گشمری هر مبارزه نظر به قرارداد پول داره زیاد یا کم 50% کسر میشه از اون پیسه کسی که وزن سر وزن است کسی که نیست. دیگه ایران وعده کردن دیگه همراه ما چی مقدار پول است؟ چیزی که بود چیزی که امروز از او قرارداد داره 50%ش برای ما کسر میشه از طرف سازمان که باید این سازمان اجرا کنه و در ضمن بعد از اینکه پیروز شدن دیگه دوستا زیاد تشویق کردن. دیگه من امیدوار هستم کمی قانون مراوات شود چیزی که از ما چون ما رفتیم در سازمان آی فلم چند بار قراردادشم چند فایتر دیگر هم بردیم فایتر ها که امرای ما رفتن و از نای خودشان را تکمیل نتونیستن از اونو جریمه که مثلا در فایت برشان پول مانده بود 50% پولشان را کسر کرد. این در کل دنیا میاد از یو اف سی گرفته تا کل سازمان های بزرگ خود. عریف پاکستانی چند بار چند باخت داشت در کارنامه خود؟ عریف پاکستانی 5 ریکارد پروفشنال داشت که 4 برد 1 باخت بود. باخت دومیش بود. باخت دومیش بود در برابر خودت. چقدر تشویق تمجید صورت گرفت بر خودت؟ واقعا ما تشکری جا داره تشکری کنم از تمام هموطنان عزیز ما که در این مسابقه ما تا یک دوستا از منزله که منزل دو است حتا ما وقتی که از رنگ برآمدم از منزل دو خود پایین انداختم و چوکی هایی که از منزل دو اسپیشال ها با تا پای شوگار شد که میخواستم رای مکس بگیره زیاد تشویق کردن زیاد خوش شدن در پیروزی ما چون اکثراتشان به خاطر کرکت ها مایوز بودن ما به پیروزی ما منتظر بودن و یک پاکستانی دیگه هم ایرانی رو در اون دوم نکاوت اکثرات میترسید که شاید من نکاوت نشم اکثرات هم باور نداشت پیروزی خودت بهترین پیروزی بود در برابر حریف پاکستانی اکثرات کل زال احمدی صاحب شاید فلم اکثرات دوستا لایو دیده باشن کل زال هم دوستا بودن بخش وی آی پی این طرف وی وی آی پی بیننده مسابقه خودت بیننده مسابقه کل مردم دوستا تشویق میکنن اما تو یک لحظه به سر صدا نبود و خودت با کدام روحیه وارد قفس شدی وعده که کرده بودی بو وعده خو عمل کردی خوشبختانه سه راوندم فایت کردی فایت هم خیلی اساس و دیدنی بود و عریف هم شکست دادی کار خانه خودم بود کردی. آمادگی ها خوب گرفته بودم برای بالا چون هموطن های ممراه بود اکثرات ما در کشور ها میریم بجز دو نفر یک نفر ممراه ما کس نباشه چون کشور خودم بود من اطمینان داشتم که بار قبلی واره نمیشه چون یک بار پیش آمده بودم گفتم سازمان نویجاد است همه همراه اشخاص و کسایی در کنارش هست که انشالله مسابقات به سطح خوب برگزار میشه از بار اولش که در بار دوم بهترین دور مسابقات بود به سطح بین‌المللی بین چهار کشور بود دیگه هر سازمان مشکلات خودم داشت و ما بهترین مسابقات برگزار کرده بود و من آمادگی خودم زیاد گرفته بودم دیگه تو نیستم برای بالا عارف ما شکست بود بسیار خوب در کل چند کشور وارد افغانستان شدن در این دومین دور مسابقات امکانی آذربایجان ایران و همچنان پاکستان و فایتر افغان افغانستان تانست شکست بده عریف های خدانه یا خیر؟ بله یک پیروزی پاکستان داشت در مقابل ایران که بین خود داشتن و دیگه آذربایجان هم تمامشان به افغان ها واگذار کردن و پاکستانی به ما واگذار کرد و یک مسابقه که مرکزی بود بدون نتیجه او از کی بود مسابقه چرا بدون نتیجه؟ مسابقه مرکزی از وسیم کوبندی که یک مشکل شد بعد از اینکه راوند خاتمه یافت وسیم کوبندی فکر شد بعد نشد و نفری صدا نکد سر ایرانی عمله کرد که او فاول است بعد از اینکه راوند ختم میشه حتما فکرش نشده و یا نفری استاب نکده بود نو او صحبت دیگه و می فاول ایرانی محکم گرفت گفت من مبارزه نمیکنم دیگه این قانون دنیاست که اگه اون مبارزه نکنه و فاول هم خورده دیگه باز نمیشه که مثلا اگر در جریان مبارزه فاول میخورد مثلا در جریان یک فاول میخوره عریف حاضر نمیشه دستم و عریف بلند میشه این جریان ختم بود ما گفتیم اموجا برش سازمان پیشنهاد کرد که خیر ایران مکمل مساوی میگیریم اگر چی ایرانی باخته بود راونه به او خاطر گفت راون مساوی میگیریم یا چی باز ایرانی دیگه ایج نخواست که فایت کنه به او خاطر بدون نتیجه بود بازیکنای ما چگونه بودن درخششون خوب بود در کل زحمت های زیاد کشیده بود دیگه عریف های خود مغلوب کردن بسیار زیاد تشکر شکرلاق قادری انشالله که دورای بعدی همچنان نمیفهم افغانستان باز یا بیرون از افغانستان مبارزه خواهد داشتی ما آمادگی دارم انشالله مسابقه های سپورت از طرف فدراسیون ورزشی رزمی در کشور روسیه برگزار میشه که انشالله انتخاب شدیم در وزن 60 کیلوگرم آمادگی دارم انشالله کوشش دارم به اون مسابقات اشتراک کنم که
با امید پیروزی ملت باز دوباره بتونم لبخند و خوشی به لبان مردم افغانستان کسب کنم. ان شاء الله این مسابقه شما خیلی یک راه باز شد. حالا میتونید دیگه به مسابقات بعدی هم ترسی که داشتین، حراسی که داشتین، چون مدت ها ورزش MMA استاپ بود و مسابقات نداشت. همون یک چیز بود دیگه، حالا مسابقات من باز از شون مسابقات بیرون مرزی ها میشن. ان شاء الله جا داره در آخر تشکری کنم از شما، از همون اساتیدی که سر ما زحمت کشید، استاد جمشید، استاد عبدالوسی قایمی و پورتینارای مسوتمی منگل و همچنین استاد نوید و می ترتیب از پورتی از اسپانسرشیپ برنامه حاجی صاحب محمد جان عزیز تشکر. موفق باشی، با امید پیروزی هستیم. شکرالله قادری قهرمان دومین دور مسابقات MKFC. تشکر، پایزر باشید. سپاس امتنان از شما عزیزا. صحبت‌های شکلا قادری هم شنیدین که واقعا شهکاری کرد و عریف پرقدرت پاکستانی امیر حمزه را شکست داد در خانه خود و میزبانی خود و این هم جای افتخار است. وقفه دوباره برمیگرد. دوباره خوش آمدین. ادامه دنیای ورزش، مهمان خیلی گرامی ما ضیاءالله امینی، یکی از ورزشکاران مبارزات آزاد از کشور ایران به افغانستان آمده. میخوایم صحبت‌هایشون رو در رابطه با دستاوردهایشون و مسابقاتشون داشته باشیم. همچنان محمد شریف آریا روی خط اسکایپ از کشور ایران با ما هم کلام میشن. میخوایم دیدگاه افغانای عزیز ما را که در کشور ایران هستن، هنوز هم در تلاش ازی هستن به خاطر افغانستان به قهرمانی مبارزه بکنن. جناب امینی صاحب سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. به نام یاد خدا، سلام عرض ادب خدمت شما احمدی صاحب قند، خدمت تمامی بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. جوله امین یک تن از قهرمانان ام‌ام‌ای در افغانستان. سپاس ازی که دعوت ما را پذیرفتین. امین صاحب، ما همین لحظه که شما را دیدم، اون مصاحبه که ما شما روی خط اسکایپ داشتیم از ایران واقعا ناراحت کننده بود که شما را پرسان کردم که غربت چگونه میگذره و گلوی شما بغض کرد و خیلی یک گریه که هم افغانای ما هم ورزشکارای ما زمانی که او کلپ دیدن ناراحت شدن و امروز خوشحال هستم که در افغانستان میبینم. چه احساس داری امروز؟ احساس خیلی خوب دارم، احساس خوش دارم. چرا ما هم کلیپ ما هم در مصاحبه ما یادآوری کردم که در هر سر دنیا باشی به وطن رسیدگی نمیکنه. دیگر دیار حال فعلا با شرایط فعلی که میبینم خیلی از جوانای ما و شما، خیلی قهرمانای ما و شما مهاجر شدن، مسافر شدن از مجبوریت و کسی از فقر و بیچارگی و کسی از بیکاری بیروزگاری همه گپا. بله، حیف جوانای ما، خیلی حیف از جوانای ما، ولی خیلی استعدادهای بالا بالایی که استادا بوده، بهترین قهرمانا بوده، فعلا مهاجر شدن. خب بعدم خوشبختانه همو غیرت و شهامت که دارن از دست نمیدن و دست پنجه نرم میکنن و هم کار میکنن و هم مبارزه میکنن. واقعا هدف از افغانستان چی بود که آمدین؟ ما احمدی صاحب قند همی یا تاریخ 20 برج 6 یک مسابقه داشتم، خوشبختانه مسابقه رو پیروز شدم. عارف ما تجربه 6-4 پیروزی در مقابل افغانای ما داشت، خوشبختانه رو هم دول توانستم تسلیمش کنم و وقت ویزیم تمام شده بود، باید پاسپورتم یک خروجی و دخولی میخورد. به خاطر ما اومدم یک دیدار دوستا و خانواده و یام دیگه فردا ان شاء الله بخیر دوباره حاضر کشور ایران میشم. ما رو ناراحت ساختین. محمد شریف آریا هم از کشور ایران روی خط اسکایپ با ما وصل هستن، میخوایم دیدگاه اونا رو هم داشته باشیم. آقای آریا سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به دنیای ورزش. سلام جناب آقای احمدی، خدمت شما، خدمت بیننده گرامی، خدمت به شما احمدی. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شب روز مبارزه و مسابقات، تمرینات چگونه میگذره در ایران؟ حتما با آقای ضیاءالله امین هم آشنایی دارین که اینا هم در شیراز زندگی میکنن و دستاوردهای خوبی دارن. امروز هم در استودیوی دنیای ورزش در افغانستان با ما همراه است. خدا را شکر آقای احمدی صاحب، مهاجرت از دیگه سخت میگذره اینجا، دور از فامیل، دور از وطن، دور از مربیایی که در وطن تمرین میکردیم، سخت است، ولی خدا رو شکر خوب میگذره. مسابقات داشتین در اواخر؟ بله، ما دو ماه قبل مسابقات در سازمان جهانی NFM داشتم که در مقابل عارف ایرانی هم در آن سوم نکاوت کردم، توکیو برنده شدم و انشالله پنجشنبه تاریخ 6 میزان بازم بخیر در مقابل عارف ایرانی و سازمان جهانی AFC مسابقه دارم. ماشاءالله، موفق باشین. افغانای ما در هر سر دنیا که باشه میر از من و خوبم میر از من. شکرالله قادری
اینجا قهرمان شد، عریف ایرانی عریف پاکستانی را شکست داد و همچنان آقای ضیاءالله امین عریف ایرانی را شکست داد. شما هم همین گونه حریفتان را شکست دادین. خب ضیاءالله امین، دوباره که به ایران برگردی بخیر، باز چی برنامه های مسابقات، تمرینات و مبارزتان با کی خواهد بود؟ ما فعلا خب برگردم، چون من خودم اونجا مصروف هم تمرینات خودم هستم، هم یک کلاب دارم خودم. همین پنجشنبه شاگردای مسابقه داره که یکی از قهرمانای خوب کشور ما شایست رحمان صحیفی، او هم مسابقه داره. بعد از این مسابقه دیگه میبینیم که سازمان ها کدامشون کدام حریف پیشنهاد میکنن و من آمادگی کامل خود دارم. دیگه تلاش بیشترم بایی است که هر چیز زودتر کارایم تنظیم شد و برم طرف ویزا گرفتین؟ ویزا گرفتین، پاسپورتان تمدید شد، همه چیز اوکی است، فقط کارایم میگم زودتر تمام شد و طرف اروپا بریم، چون برمان ها و آرزوهایی که داریم نمیتونیم که در فعلا در کشور خود ما و در ایران رسیدگی کرده بتونیم. دقیق با آقای شریف آریا هم آشنایی دارین؟ آقای شریف آریا فکر کنم صفحات مجازی همراهش چی دارم هست همراهیم، ولی تا فعلا از نزدیک ندیدیم. ما هم پنجشنبه که مسابقه داره، شاگردای ما مسابقه داره، انشالله میبینمش بخیر از نزدیک به امید پیروزیش. آقای شریف آریا، صحبت های آقای ضیاءالله امین هم شنیدین؟ کدام پیام گفتنی برشان دارین؟ بله بله، آقای امیر شاید خوب ندارم، بسیار یک بچه قهرمان ماشاءالله زحمت کش هسته، دیگه برش آرزوی موفقیت دارم، انشالله روز مسابقات از نزدیک ببینیم. آها، انشالله یک پل ارتباطی خیلی خوب شد دنیای ورزش که شما از اونجا روی خط اسکای و آقای امین هم اینجا در استیدیو در افغانستان، انشالله که سفر خوبی داشته باشند. بازم شما هم دیگه تانه ببینید. از برنامه ریزی هایتون بگوین که چی بوده زمان از در ایران هستین و برنامه های ریزی و برنامه ریزی های ورزشتون چی بوده؟ تمرینات مویتای و ام و کشتی را پیش میبرم. تمرینات مویتای تحت نظر استاد محمد خادمی، رئیس فدراسیون ورشای رزمی مهاجرین مقیم ایران، که برامت اللهی خدا رو شکر تمرینات ما خوب پیش میره. دیگه مصروف کارم هستیم، اینجا کارم میکنیم، دیگه مصروف تمرین هم هستیم، که دویه آخر مدت دو سال ما سه تا دستاور داشتم در سازمان زید افسی بین بهترین های تیم مهاجرین برگ داشته بود، توانست معرفی آر خدا در اون اول نکاوت کنم، کمربندشو بگیرم، که در مسابقه دیگه هم داشتم دست کیک بوکسینگ، اونجا هم توانستم که مقام اول بگیرم. و گفتم پنجشنبه تاریخ 6 میزان هم شما مسابقات دارید. باز هم عریف ایرانی از در برابرتان؟ آقای آریا؟ بله بله، آقای احمد استقلال. بله بله، تاریخ 6 میزان در کشور ایران در سازمان جهانی اف سی مسابقه دارم، انشالله با عریف قدمند ایرانیم جوره شدیم، که خدا رو شکر از تمرینات و آمادگی خوب برخوردار هستم، از تمرینات کشتی و ام ام و مویتای تحت نظر استاد محمد خادمی تمرین میکنم، انشاءالله آمادگی خوب برخوردار هستم. بسیار خوب. آقای امین، چقدر امکانات فراهم است؟ سازمان هایی که مثل در افغانستان از امکانات دارن اندکه، آیا سازمان هایی که در ایران هم هست امکاناتشان قابل قبول است؟ فعلا نسبت به اوایل که رفته بودیم فعلا سازمان ها امکاناتشان چی شده، مکان برگزاریشان، موانعی هایی که بود اونجا هم اجازه فایت مبارزه نبود، موانعی ها فعلا یک 70% برداشته شده و هنوز هم متکامل چی نشده، ولی امکاناتی که نسبتا مسابق مکان برگزاری و هم قفس و چی هاشون بسیار چی شده نسبت به قهرمان ها وقت قدر قدر رو چی نمیدادن، فقط همه هدفشانی بود که مثل همی سازمان های تجارتی و از ورزشکار ها هم پول میگرفتن و هم مسابقهشان با چی پول بودن، در ورودی بسیار از گذاف میگرفت ازشان و فعلا خوب است نسبتا بس اوائل که رشته ایمه میچی بود رشد کرده خیلی و کار دارن سرش، کوشش کرده میرن که نسبتا نگام بهتر بسازنش. چی دیدون ورزشکارهای افغان ما در ایران به این سبک یا به این رشته تمریناتون پیش میبرن؟ فعلا ورزشکارهای افغانستان تقریبا 80-85% ورزشکارای ما شما در رشته ام ام ای است که نتایجای خوب گرفته میرن و بیشتر ورزشکارای افغان است که در اونجا این رشته ام ام ای است، چون ورزشکارای ایران اکثریتشان که است در رشته های کیک بوکس و مویتای و قشتی بیشتر می باشه، چون ام ام ای اونقدر به همو کلاب هایشان هم نیست که مثال کلاب ام ام ای باشه، چون اول می خودم نمیشه راست که اسنامی کلاب داری میکنم خاص به خاطر تمرین خود میکنم و چی نمیکنم که مثال هدف ازی باشه که من مربیگری کنم، هنوز خیلی وقت است که ما به مقام و منزلت استاد برسم، ولی فقط اگر گرفتیم اون کلاب به خاطر تمرینات خود گرفتیم،
مثل یک تیم همراه شاگردایم تمرین میکنم، چون مربی خوب پیدا نکردم در رشته ام ام ای که کیک بوکس و مویتای قشتی بهترین مربی ها دارن، ولی در رشته ام ام ای متاسفانه تمریناتون از نظر از اونا پیش میبرن، تمرین ها مخالفت ندارن، مخالفت ندارن، مخالفت ندارن که خوشبختانه من تونستم ازمو چی از وا امتحان دادم و مدارک مربیگری حکم مربیگری و گواهینامه شانم به دست آوردم که فعلا کدام موانعی چی اصلا پیشوریم نیست. بسیار خوب آقای شریف آریا، از این بگوین که امکاناتی که اونجا فراهم است گفتین اندکی هم است، همه تلاش میکنه، آیا بجز از این که شما تمرین میکنین افغانای ما هم در کنارتون هست، اونا رو میدونین ترن بتین یا تمرینات داشته باشین بر اونا؟ آقای احمدی صاحب، ما اینجا بسیار از امکانات کمی برخوردار هستیم دیگه، مشکلات اقتصادی است، هیچ گونه حمایت گر و اسپانسرگر نداریم، از روز 12 ساعت کار میکنیم، بعدم شب میریم، از هفته بعد تا ساعت 11 شب کلاب تمرین میکنیم دیگه. خدا رو شکر اکثرا قهرمان ها کنار ما هستن، تا جایی که ما بتونیم بهشان کمک میکنیم، تا جایی که بتونیم دستشان میگیریم، ولی خدا رو شکر که یک خوبی داره که ما هم اینجا تمرینات ما تحت مربی های افغانی خود ما پیش میره دیگه، همین مزایا خدا رو شکر است. سپاسگزار هستم محمد شریف آریا از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، با وصف که چالش ها و مشکلات های شما زیاد هم هست، انشالله با امید پیشرفت هایتون پیامت هم میخواییم داشته باشیم به جامعه ورزشی افغانستان. سلامت باشین آقای احمدی صاحب، تشکر از دعوتتون که ما رو به برنامه زیبایتون دعوت کردین و صدای ما قهرمان ها و ورزشکارا هستین، و ما یک پیام خاص دارم برای امارات اسلامی افغانستان دولت فعلی، کمی ورزشکاران حمایت کنن و مخصوصا فدراسیون فلرزم افغانستان که رشته وطنی است و دم خود افغانستان تأسیس شده، ازشان میخوایم که ریاست رهبری تربیت بدنی همکاری داشته باشن با فدراسیون فلرزم افغانستان. موفق باشی، تشکر. صحبت های محمد شریف آریا بود از کشور جمهوری اسلامی ایران، و پیام زیولا امین هم میخواییم داشته باشیم که شما برمیگردین بخیر میرین دوباره به طرف ایران، باز برنامه هایی که اینجا آموختین یا دوباره برین برنامه ریزی های جدید در ایران داشته باشین کوتاه میخواییم از شما بشن. اینجا دارد در قدم اخیر همین پیروزی اخیر تمام قهرمان ها را است بیادر پارتنر خوبیم شکرالله قادری و دیگه قهرمانانه که شب گذشته در مسابقات سازمان MKFC برنده شدیم، طریق پرده تلویزیون آریانا برشان تبریک و تهنیت درز بدارم، و پیام هم به همین تمام مردم افغانستان و خصوصا به دولت فعلی که حاکم دولت است که زمینی که به جوانا مساعد بسازد تا جوانای ما دست بکشن از مهاجرت، دوباره بر بگردن به وطن، همون زحمت و همون خدمتی که به ملک مردم میکنن رو به وطن خود ما کنه تا وطن خود ما آباد شوه، و در آخر تل دیوی افغانستان زنده، دی افغانستان زنده باد افغانستان. تشکر زیولا امین، یکی از ورزشکارای خوب مبارزات آزادی از که در ایران به سر میبرن در غربت در مهاجرت، و یک چند روز مهمان بودن دوباره اومدن افغانستان، آب و هوای افغانستان هم بازم تنفس کردن، شاید دوباره برشون خیلی دشوار باشه که افغانستان رو ترک میکنه، دوری از افغانستان بر هر هموطن ما سخت بوده، سخت است، چی در اروپا هستن چی در امریکا هستن، همیشه نارامی های خدا نداشتن و دارن، گفتن ای جای دنیا وطن نمیشه. با امید روزی که هم افغانای ما دوباره در افغانستان به گذشته خوبی که داشتن، مسئولیت های خوبی که داشتن، از کسی از آدرس ورزش، کسی از آدرس های مختلف علمی و فرهنگی فعالیت داشتن، دوباره برگردن انشالله که یک افغانستان آرام و آباد و باثبات داشته باشیم. تا دیدار، خدا نگهدار.